شرف مکان به مکینه. این صندلی دیگه صاحب شخصیت شده، هویت پیدا کرده، برای اینکه یک ماه آدمای مختلف اومدن روش نشستن، روبروی همین دوربین کلام خدا رو برای ما تلاوت کردن، از حرف خدا برامون به میون آوردن و گفتند اونچه رو که باید میگفتن. این صندلی دیگه حالا تو آلبوم خاطرات من و شماست، برای اینکه یک ماه باهاش زندگی کردیم. اشیای وقتای خودشون حرف میزنن، صاحب حس میشن، صاحب درک میشن. من میفهمم که روزی که این چوب رو میتراشیدن بهش گفته بودن تو قرار کرسی بشی برای کسی که قرار از کلام خدا حرف بزنه، تو قرار تکیه‌گاه بشی برای کسی که بهت تکیه بده و قرآن بخونه، از صاحب قرآن بگه، از قرآن ناطق امیر المؤمنین حرف بزنه. این صندلی حالا برای بچه های محفلم خیلی عزیزه، نه برای شما مردم، نه برای شما حضار، برای ماهام خیلی عزیزه. خواستم بگم حالا که دیگه رسیدیم به لحظات آخر، حالا که دیگه باید همین دو بیت سعدی رو خوند که ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، و از هرچه گفته اند و شنیدیم و خوانده ایم، مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم، حالا باید گفت آقای صندلی محفل، تو رفتی تو گنجینه خاطرات ما و تو رو سپردیم به یادگاری‌های صندوقچه دلمون. تا رمضون دیگه، کی مرده و کی زنده، کی باشه و کی نباشه، کی بمونه و کی نمونه، اما تو گواهی بده که ما به آیاتی که روی تو تلاوت شد باور داشتیم. تو گواهی بده آنچه که اینجا قرائت شد اعتقاد ما بود. تو شهادت بده هر آنچه اینجا گفته شد از کلام خدا و مفسر کلام خدا همه باور ما بود، و ما ایمانمون رو روی همین صندلی به سنجه گذاشتیم. ببخشید یه وقتایی خود منم احساساتی میشم، اما دوست داشتم اینجا این حرفو بزنم و بگم محفل برای همه ما یه یادگاری شد در واپسین شب ماه مبارک رمضان، و به امید اون که صاحب رمضان دست ما رو به گرمی بفشاره، صاحب رمضان که امام باشه یه لبخند بزنه و بگه قبول باشه، آفرین، پذیرفتم ازتون. مخلصیم حسن، این نبودیم اگه تو. من اولین که دوست دارم، چیزای زیادی هست تو دلم دوست دارم بگم، اما شما کمک کنید، من فارسی صحبت میکنم، شما کمک کنید دیگه، شارژم تموم شد، شارژ فارسی. البته آقای رسالت عزیز، رسالت بوذری گفت این برنامه برای ما جالب بوده، این حتما. من تصورم این بود که گفت ما یعنی ما ایرانی ها. من میگم این برنامه در کشورهای ما هم بسیار بسیار عالی بوده و بیننده های زیادی داشته، برای همین بنده به نمایندگی از حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام یک هدیه بسیار ویژه هست برای این برنامه آوردم، و البته به نمایندگی این برنامه شما این هدیه را از من میگیرید. البته ما رسم داریم به موقع اعطاء این هدیه یه سرود خاصی داریم، سرودی که در حرم ابوالفضل عباس معمولا پخش میکنیم توی این مراسم. شما باز کن جعبه رو، بذار دو دستی بگیرم. الفضل يا فارس الليالي تذل المنايا ولا تشتكي
شيء وقد كنت جيش الفداء للحسين. آقا بفرمایید، بفرمایید. آقا چی کار کردی با ما؟ چی کار کردی با ما؟ ممنونتم، ممنونتم، ممنونتم. بفرمایید، 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 بفرمایید. شراره می کشدم آتش از قلم در دست، بگو چگونه توان برد سوی دفتر دست. قلم که عود نبود آخر این چه خاصیتی است که با نوشتن نامت شود معطر دست. قلم که عود نبود آخر این چه خاصیتی است که با نوشتن نامت شود معطر دست. چو دست برد به تیغ آسمانیان گفتند به ذوالفقار مگر برده است حیدر دست. به همدلی همه کس دست میدهد اول، فدای همت مردی که داد آخر دست. حکایت تو به ام البنین که خواهد گفت؟ حکایت تو به ام البنین که خواهد گفت؟ و از این حدیث چه حالی دهد به مادر دست؟ عم امام و اخ و ابن امام حضرت عباس علیه السلام، چار امامی که تو را دیده اند دست علمگیر تو بوسیده اند. ای علم افراشته در عالمین، اکشف و یا کاشف کرب المسلمین، اکشف و یا کاشف کرب الحسین. 30 شب از قمر بنی هاشم حرف زدیم، از علی ابن موسی رضا حرف زدیم، از کلام خدا حرف زدیم و میدونم که وداع خیلی سخته. آقا میدونم، اینو میدونم، خدا حافظی خیلی سخته. من یه هدیه ای دارم، اجازه بدین اونم تقدیم بکنم. رفقای منم در جریان نیستم، برای حالا استاد قاسمیان، استاد ابوالقاسمی، استاد شاکر نجات که عزیز دل منم. اما دو تا مهمان غیر ایرانی داشتیم، گرچه حسنین خودش رو هم ایرانی میدونه، اگه از استاد رضوان هم بپرسید همین گونه است. اما دو تا مهمان غیر ایرانی داشتیم. این دو تا هدیه برای من خیلی عزیزه، به صورت خاص از ناحیه حضرت رضا علیه السلام قطعی از مزجع مطهر و شریفشون رو رفقای من آماده کردند. خیلی خاصه، خیلی خاصه. و میخوام تقدیم استاد رضوان و استاد حسنین عزیز بکنم. خودشون هم در جریان نبودن.
ممنونم از همه زحماتتون، ممنونم از یک ماه رفاقتتون، برادریتون. آقای قاسمیان شما به سید حسن این تقدیم بکنید. دلمون براتون تنگ میشه به خدا. سید حسن این حبیبی، استاد رضوان از تولیت معزز آستان قدس رضوی، عزیزانم در مجموعه آستان، حاج آقای مروی و بقیه همکاران و رفقای عزیزشون سپاسگزارم به واسطه این دو هدیه خیلی ویژه که به طور خاص برای دو میزبان عزیزمون، ما دیگه نمیگیم مهبان، دو میزبان عزیزمون فرستادن. جانم ما رو هم، ما سه نفر رو هم قابل میدونستم. ای حرمان مال جهدان ماندگون واحد والله دور ملان. خب این قام رو کامل کنیم با پرچم آقا ابوالفضل. آقا شما دست گردن آقای ابوالقاسمی بذارین که به یادگار بمونه. حلال کنین آقا، منم حلال کنین. حتما ببخشید، شما حلال، ببخشید مردم حلال کنن، بینندگان شما ما رو حلال، شما که پیشا پیش باید ما رو حلال کنین به واسطه همه کمکاری ها، هر آنچه که از دستمون برمی اومد برای محفل پیش چشمتون قرار دادیم، امیدوارم که بر دل و جانتون نشسته باشه. و البته ما عید فطر هم برنامه ویژه‌ای داریم، ولی دیگه ما رمزون نیست، گفتیم تا این لحظات و آنات باقی است این اتفاق اینجا بیفت. آقا مخلص قربون شما برم، زنده باش، ممنونم ازت. ممنون حبیب. بودی حالا حسن این، حسن این بودی حالا کجا این زنده انشالله محمد جان. ای حرمان چرا تو دمشت من استاد ربوان حبیبی دور مران لا وداع لا حبیبی راهم بده الله طيب اگهشون حلال نمی کنیم پس منم باید باشم. نه 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 اینو شخصا حلال نمی کنم. خدا به شما سلام. مخلص الله عشقی حبیبی الله يساعدك بلغ سلامنا الى مولانا آقا. خیلی مختصر قربونتون برم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال سلام عليك قال سلام سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. صدق الله العلي العظيم. خدا حافظ مردم. سلام ای همه لحظه های جدایی، خدا حافظ شعر شب های روشن.
خدا حافظ ای شهر شب پای روشن، خدا حافظ ای قصه عاشقانه، خدا حافظ ای آبی روشن عشق، خدا حافظ ای عطر شعر شبان.